پسر کره‌ای رو دیدم، مال کره جنوبی بود پسر. بعد من گفتش که تنهایی؟ گفتم آره. گفت من اصلا توی این گفت من از که 2 هفته از توی ایران اومدم هیچ دختری ندیدم تنهایی سفر بکنه. سلام سلام بچه ها، خوش اومدید به کانال گزل ASMR فارسی. اگر که توی این ویدیو میبینید که خیلی تون 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 صحبت میکنم، به خاطر اینه که من کلا تون صحبت میکنم. یه سری از بچه ها برای من نوشته بودن که خیلی تون صحبت میکنی، بعد اینکه خواستم بهتون بگم شما نمیتونید میدونی شخصیت کسی که ساخته شده رو الان تغییرش بدید و این بخشی از شخصیت منه، بخشی از وجود منه. من کلن سریع صحبت میکنم، تون صحبت میکنم. حالا توی دنیای ما خیلی ممکنه باشن کلن تون تون صحبت میکنن و خیلی آروم صحبت میکنن. حالا برای کسی مثل من آروم صحبت کردن خیلی راحت نیست، سخته. توی این ویدیو امشب بنده قراره که آرایشم رو پاک بنمایم و با تون صحبت بکنم در مورد یکی از یا کلن چند از خاطراتم که وقتی ایران بودم سفر میرفتم خودم تنهایی و در چه مواقعی و چه جوری. اگر که آماده این آرازی، اگر جدید هستیم توی کانالم خوش اومدین. اگر که قبلا هم بودین که عاشقتونم، ممنون که دارین این ویدیو رو تماشا میکنین. و بله، بریم سراغ ویدیو و استارت بزنیم. اوکی، قبل از هر چیزی من موهامو میخوام، اگه بتونم اینجوری ببندمش خیلی بهتر میشه. جوزی بدین موهامو ببندم. گوجه کنیم موهامونو. آخ آی، به این حالت گوجه ایجاد میشه. گوجهمون ایجاد شد و بعد از اینکه گوجه ایجاد شد این پشت یکی رو گرفت دادم. به این حالت خیلی گوگلی طوری شاید خواهر قزاله. خب بریم سراغ پاک کردن آرایشم. و من دیگه توضیحات و اینا برای اینکه چی استفاده میکنم نمیدم دیگه، چون قراره کل از صحبت باشه با تو. خب اجدادمون مال خود اصفهان نبودن، مال یکی از
فارسی ببخشید زبان‌های مختلف در ایران رو، لهجه‌های مختلف در ایران رو دریابه و واقعا زنده نگهش داریم. حالا بریم سراغ خاطرم. من وقتی که مدیریت جهانگردی میخوندم همیشه دوست داشتم که کشورهای مختلف سفر کنم، همیشه دوست داشتم شهرهای مختلف ایران رو برم بگردم. بعد اون برحال فکرشو بکنید کلن توی فرهنگ کشور ما، توی کشور ما، البته خب خیلی کشورهای دیگه هم هست، ولی خب من سمت کشور اروپایی، کشورهای میگم شرقی و خاورمیانه، هنوز این فرهنگ باب نشده بود که حالا دختر تنها خیلی سفر بره، یه بره مثلا یه شهر دیگه درس بخونه. البته اینکه دارم میگم مال زمان من نیست، من دارم کلا از نظر تاریخی میگم، یعنی هنوز اونقدر باب نشده بود که توی کشور ما مثلا دختر به کوبه بره یه شهر دیگه درس بخونه و اینا. و حالا خب الان دیگه نسل جدید و این از دوای قرن 21 این چیزا داره تغییر میکنه. من یادم میاد یه زمانی وقتی که خیلی 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 مثلا از یه موضوعی ناراحت میشدم یا عصبانی میشدم یا کلا فکر میکردم واقعا دیگه به بن‌بست رسیدم و هیچ چیزی کمکم نمیکنه، تنها چیزی که به نظرم میرسید، خب چون ما اصفهان زندگی میکردیم، من همیشه دوست داشتم برم تخت جمشید و بعد از اون از تخت جمشید تاکسی میگرفتم میرفتم پاسارگاد خودم تنها. بعد یه بار یه سال یادم میاد انقدر حالم بد بود، انقدر رویم داغون بود، یعنی میدونی تو چه شرایطی بود؟ تو شرایطی بود که تو فکر گرفتن ویزا بودم، میخواستم از ایران بیام بیرون. فکر کنی آدمی که خودش انقدر عشق کشورشه فقط فکر اینو میکنه که مثلا بخواد از ایران بره بیرون. چرا دروغ بهتون میگم؟ واقعا به خاطر اینه که خیلی از ما توی شرایط قرار میگیریم که فقط دلمون میخواد یه آزادی داشته باشیم و عشقمون به اینه که فقط بکنیم از ایران بیایم بیرون و به هیچ چیز دیگه بعدش فکر نمیکنیم، فقط دلمون میخواد بیایم از ایران بیرون. بعد فکر کن من اون زمان درگیر این بودم که دلم میخواد از ایران برم و در این حال تنها جایی که من آرومم میکرد وقتی میرفتم تخت جمشید. بعد یه شب ساعت 12:30 به بابام پیام دادم، گفتم که بابا من دارم میرم تخت جمشید، بلیت گرفتم و عذرخواهی میکنم صبح طرفای 6:07 میرسم بهت زنگ میزنم بخوام بخوابم، چون من تقریبا 6:30 ساعت از اصفهان تا شیراز راهه. من پیام داد گفتش که حالا بسن فکر کن من بیرون داشتم تو خیابون قدم میزدم، بعد یه دفعه بابام پیام داد گفت که همینجوری یه دفعه امروز رفته از خونه بیرون بره قدم بزنی، چی شد یه دفعه فکر تخت جمشید افتادی؟ و بهش گفتم که نمیدونم، احساس کنم فقط باید برم تخت جمشید و یا برم آرامگاه کوروش بزرگ و اونجا یک مقدار حالم خوب بشه، من برم صورتم رو بشورم با آب و بیام، چون این اسکراب رو زدم نمیخوام خیلی روی پوستم بمونه، برم صورتم بشورم و بیام براتون بقیه داستانو بگم. بعد گوشم اذیت میکنه این کشه. خلاصه جونم براتون بگه که من تصمیم گرفتم که برم تخت جمشید، از تخت جمشید برم پاسارگاد. اون زمان من نقاشی میکردم، یعنی خیلی وقتا وقتی که حالم بد میشد نقاشی میکردم، میرفتم جاهای مختلف و نقاشی میکشیدم. خلاصه اون روز تخت جمشید پرسپولیس تنها جایی بود که به من حس خوب میداد که نقاشیش کنم. آقا چی کار داری سرتون رو در نیارم؟ اون سال من توی اتوبوسی که داشتم میرفتم برم سمت تخت جمشید یه پسر کره‌ای رو دیدم، مال کره جنوبی بود، پسر اسمش فکر کنم
اشتباه نکنم جوان، جوانی همچین چیزی یادم نمیاد واقعا اسمشه. بعد من گفتش که تنهایی، گفتم آره. گفت من اصلا توی این، گفت من از که 2 هفته از توی ایران اومدم هیچ دختری رو ندیدم تنهایی سفر بکنه. تو اولین دختری بودی که دیدم. گفتم نه غیر ممکنه، چون ما دانشجوی دختر زیاد داریم، شهرهای مختلف زندگی میکنن، شب به پست تو نخورده، یه شب با حرف نزدن، یه شب متوجه نشدی، چون من باهاش شروع کردم حرف زدن. برای همین این ارتباط گرفتن باعث میشه که افراد باهات صحبت بکنن. خلاصه با من تو کل اون مسیر، کل اون تایمی که من میخواستم برم تخت جمشید، این با من بود. بعد من حالا هی میخواستم این بره، من دلم میخواست تنها بشینم، نقاشی بکشم، نمیدونم با خودم باشم، خلوت کنم. کل اون روزو با من تو تخت جمشید بود. بعد من میخواستم کلن یه روزه برم. چیکار میکردم؟ مثلا شما میتونی آخر شب بلیت بگیری از اصفهان بری تخت جمشید، و بعد از تخت جمشید یه اتوبوسای هست که میتونی بری بازارگاد مدام، قسمتی که پیادت میکنن از حالت پلیس راه، بعد از اونجا دوباره تاکسی بگیری یا پیاده بری تا خود بازارگاد، که من تاکسی گرفتم از اونجا رفتم خود بازارگاد. اون تمام ساعتی که این پسر با من بود خیلی با هم صحبت کردیم، از تاریخ گفتیم، اونم از تاریخ کشور کره گفت که چجوری حالا توسط ژاپنی ها اینا. من حالا نمیخوام خیلی وارد تاریخ جزئیات تاریخی اینو بشم، ولی کلن خیلی با هم دیگه درد و دل کردیم، صحبت کردیم. بعد من برام واقعا جالب بود این که شما وقتی زبانت خوب باشه بتونی با یه نفر دیگه از یه کشور دیگه بشینی درد و دل بکنی، واقعا متوجه میشی که خب ما بعضی وقت شما آدم فکر میکنیم که زندگی فقط برای ما سخته، نه برای کس دیگه، در صورت که اینجوری نیست. همه آدم ها تو کل دنیا مشکلات و سختی خودشون دارن. آخه من توی دوره بود که استرس رفتن از ایران رو داشتم. بعد برای من جالب بود که این پسر رو من دیدم و این شروع کرد از مشکلات و سری سختی های زندگی اینا هم گفت به من، چون گفت من یه مدتی هم امریکا زندگی میکردم، مثلا در مورد زندگی توی امریکا هم حتی به من گفت. و من خیلی برام جالب بود، گفتم نه آقا مثلا خدا واقعا نمیدونم چه اتفاقی بود از لحاظ جفی اون روز که این آدم باید سر مثلا تو مسیر من قرار میگرفت و صحبت میکرد از سختی ها و مشکلات مثلا کشورهای دیگه. بعد خندم گرفته بود. خلاصه اون روز رفتم مقبره کوروش، بعد یه دست گل خریدم برای کوروش بزرگ بردم، به خاطر اینکه کوروش بزرگ از نظر من جزء پادشاهانی هستش توی تاریخ ایران که واقعا تمدن و تاریخمون رو مدیونش هستیم و به حال ایران رو به اوج شکوفایی خودش رسوند. خب خیلی واقعا به اون یک پادشاه کارهایی که انجام داد بی‌نظیر بود به نوبه خودش. دست گلم رو خریدم، مقبره کوروش رفتم و با کوروش کلی درد دل کردم. بعد اونجا گریه کردم، به کوروش بزرگ گفتم یه کاری کنم ویزام بیاد برم. بعد الان واقعا احساس میکنم چقدر ما وقتی سنم میره بالاتر تمام اولویت های زندگیمون تغییر میکنه. بگذاریم، این از این داستان، از این خاطره ای که من براتون تعریف کردم در مورد چند سال پیش وقتی که دانشجو بودم. و الان که سنم رفته بالاتر، وقتی بهش فکر میکنم احساس میکنم که ما آدم رو باید یاد بگیریم گاهی اوقات توی زندگی با اون چیزی که داریم قانع باشیم و یا باهاش خوشحال باشیم، حتی اگر چیز خاصی هم نیست از نظر خودمون. هر چیزی به نوبه خودش قشنگ خودشو داره. و اینم کلمه آخر کار و تمام. اگر که این سبک ویدیو رو دوست دارید که با اتون صحبت میکنم و خاطرات همو میگم، برام توی کامنت بذارید که بازم از این مدل ویدیو بسازم یا نه.
موز خواهد باش شبت خوش. بچه من هنوز چشم انگار آرایش است. با برم آخش ساعتم دوست سبیش رو.